سوم رجب، شهادت امام علی النقی علیه السلام، دهمین پیشوای تشیع انقلابی. اینجا مرکز شهر سامرا، زیارتگاه دو پیشوا و راهنمای توحید و انقلاب در برابر جباریت و ارتجاع، دهمین و یازدهمین پیشوایان تشیع انقلابی. مرقد مطهری که طی قرنها کانون همبستگی و همدلی شیعیان و اهل سنت عراق بود، و چه بسا که اهل سنت خود خادمان حرم امامان تشیع بودند. اما حکومت آخوندی در یکی از فجایع تاریخی خود همین مکان مقدس را در راستای برانگیختن فرقه گرایی و بلعیدن عراق هدف انفجار و تروریسم صادراتی خود قرار داد، و از همین رو قیام کنندگان عراقی به ویژه در سامرا پیوسته این رژیم پلید را لعن و طرد. دهمین پیشوای تاریخی شیعیان جهان، علی ابن محمد النقی، امام هادی علیه السلام، در سال 2012 هجری قمری، در روزگار مأمون، یکی از قدرتمندترین خلفای عباسی، در سوریا، روستایی در نزدیکی مدینه تولد یافت. 8 ساله بود که پدرش در 25 سالگی به شهادت رسید. از همان زمان تا 20 سالگی آن حضرت که والی متوکل، حاکم ظالم و خونریز عباسی در مدینه، امام هادی را کانون خطر و فتنه انگیزی علیه حکومت معرفی کرد، جنبش انقلابی و مخفی شیعیان سخت‌ترین دورانهای پایداری در برابر سرکوب حکام جور را طی کرد. سرانجام متوکل برای در امان ماندن از این کانون انقلاب و خطر جدی، امام هادی را به پادگانی در سامرا احضار کرد و در آنجا تحت نظر قرار داد. این دوران زندان و محاصره به روایتی 20 سال به طول انجامید. در کتاب‌های تاریخ آمده است که یاران نزدیک امام هادی که حدود 10 نفر بودند، به رغم کنترل شدید امنیتی بر خانه امام علی النقی، شجاعانه با روش‌های بسیار پیچیده به طور مرتب رفت آمد داشتند و رهنمودهای او را از طریق حدود 200 تن از مجاهدان جنبش به سراسر سرزمین اسلامی در آن دوران می‌رساندند. انوار هدایت آن حضرت از طریق تشکیلات منسجم و مخفی شیعیان نه تنها توده‌های مردم عاصی در سرتاسر قلمرو حکومت متوکل را در بر گرفته بود، بلکه بر بسیاری از اطرافیان او، زندانبانان و حتی مادر و فرزندانش نیز اثرگذار بود، و از این رو حاکم صفاک دوران وحشت زده به هر اقدامی دست می‌زد. امام هادی علیه السلام همواره پیروانش را به رسیدگی به امور مردم و مایه گذاری برای آنان امر می فرمود. از سخنان اوست که می گفت: تواضع و فروتنی در این است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو آن کنند. رهنمودی که در آن شرایط پرفشار و محاصره و محدودیت قلب‌های شیعیان و مجاهدان راه توحید را به یکدیگر نزدیک می‌کرد و صفوف آنها را در برابر ارتجاع و جباریتی که هیچ حد و مرزی
در سرکوب و ستم نمی‌شناخت متحد می‌ساخت. پس از متوکل وقتی نوبت حکومت به معتز رسید، گسترش قیام‌ها و ناآرامی‌ها به حدی بود که او از ابتدا خود را در معرض سقوط می‌دید. به همین دلیل برای به دست گرفتن مهار اوضاع دست به جنایتی زد که متوکل هم از آن ابا کرده بود. او در سوم رجب سال 254 هجری فرمان داد تا امام علی النقی را مسموم کردند و به شهادت رساندند. اما فروغ هدایتش از آن پس باز هم فروزانتر درخشید و الهام بخش جهاد و پایداری در سخت‌ترین شرایط برای نسل‌های بعدی گردید.